آرزوام بفرستید و من خوشحال میشم پخشش میکنیم در رابطه با کارهایی که در طول تاریخ شده در رابطه با ناسخ و منسوخ و از کان خدمتون تضادهای خود قرآن و اینکه در بسیاری از موارد که چند مورد چه من عرض کردم خدمتون تضاد و تناقض وجود داره. آقای دکتر یزدی، به عنوان آخرین سال، معتقد هستید که قرآن امام علی و قرآنی که عثمان به ثبت رسوند فرق میکرده دیگه؟ نه خیر، به هیچ. و اینو که همه علما، حتی آقای خمینی معتقد بودن بهش، در اون کشف الاسرارشون نوشته گیر که همه نمیدونم. من نمیدونم منبع شما چیست. تا اونجایی که من میدونم تمام مسلمان ها علمای دین همه به یک قرآن واحد معتقد هستند و مرحوم استاد اصلا در مورد قرآن که ساخته و پرداخته خود محمد و همکارانش هست که ما 40 سال پیش گفتیم، من هر چه بار یزدی بحث میکنم این به خرجش نمیره، ولی آیت الله جوادی آملی 45 سال پیش، یعنی 2 سال قبل انقلاب، از من پذیرفت، گفت خب حالا قرآن هم کار محمد باشه، خودش چه دردی میخوای وقت دعوا کنی؟ نه خب اول میگفتیم ما قبول میکنم، این چون عمامش سفیده جوادی آملی، امام سفیداری که خیلی ها زدن کشتن و بیرون کردن، ولی سادات تازی یادتون نره بچه ها، اینا عمدن خودشان میزنن به خریت که روزه بخونن، دعا بخونن، دعا نویسی بکنن، 40 راهپیمایی بکنن، زیرا چون اینا ابزار حزبشونه و همین حزب بود که ایران رو نابود کرد. و بعد اینها چه عبدالرضا باشه رئیس رادیو تلویزیون زمان شاه، از اول تلویزیون درست میشه تا انقلاب، بعد بیاد توبه‌نامه‌رم بده شاه بخونه و بعد بگه هویدارم بگیر، نصیری‌رم بگیر، نه خط اینا بود با آقای نصر و دیگران، اینا همه متحدن و حتی فرید سادات قطب الدین گیلانی، فرید خانم یک وزنه ای بوده برای اتحاد بخشیدن به سادات طباطبایی و تازی در دولت، در حکومت، و یک حکومت نامرئی ساختن در برابر حکومت هویدا. فرید خانم قطبی بوده، اگه پسر برادرش میاد تلویزیون رو در اختیار میگیره که حتی خود شاه توش سانسور میشه، و خامنه ای همون موقع توی همین تشکیلات تمام اینو توی تشکیلات حقوق میگرفتن، تشکیلات مرئی. بعد البته اینجا باز گفتم و دارم میگم، وقتی که حتی مادر شهبانو رو ما میگیم که از افراد مهم و مؤثر تفکر تازی بوده و همین خرافات و فلان اینا که، اینا همه از همه هم گفتن، حتی خود شهبانو، اینا ربطی به خود شهبانو نداره، شهبانو از روز اول یه دختر بوده روشن، اینا اگر ازش سوء استفاده کرده، پسر داییش یا کسی بوده، یه جای خود داره، افراد ازشون اگه سوء استفاده کردن تو بارها هم گفتم، ولی این از همون نوجوانی پا میشه میره پاریس، خودش نوشته، من نمیگم به شما که بگی، خودش میگه آقا من ماتیک میزدم مادرم دعوا میکرد، میگه ماتیک نزن شعبانو. خود شعبانو تو کتاب کهندیارا نوشته، برید بخونید، تو کتاب کهندیارا نوشته، میگه که مادر من روزه میرفت، روزه خونی میرفتیم، ما هم روزه فلان فلان، منم میرفتم روزه خونی، چون چای و شیرینی میدادن میخوردن، خودم خوشحال میشدم میرفتم. میگه دعا نویسی، ما میگه حتی خودم دعا نوشتم برای که بچه دار بشم. خب اینا تبلیغات، و من چون فرید خانم رو افتخاری داشتم که پاریس ببینم ایشون، باشون خیلی هم صحبت کنم، چون موقعی که ایشون اوایل من اومده بودم پاریس و رادیوی من خیلی همگیر بود، رادیوی ما همه گوشش می‌کردن و من با ایشون هم آشنا شده بودم، قضیهش قبلا گفتم، هر از چند ایشون رو زیارت می‌کردم، ایشون میگفت من رادیو تو گوش می‌کنم، آشور تاسیو میشه، چرا حرف نمی‌زنی؟ حالا چیز دیگه گفتم، این جدید بهت میگم. گفتم آخه آشود، گفت موزیک پخش میکنی و چیزی بگو در مورد امام حسین. گفتم چشم، من یه مطلب دارم در مورد امام حسین نوشتم اون موقع، یه به خاطر فرید خانم نوشتم، و فرید خانم قطب الدین گیلانی پدر بزرگیشون از رهبران سادات تازی بوده. بعد همه هم نوشتن که ایشون نقش بسیار مهمی در مورد، خب اینا همه با هم متحدن. حالا نمیخوام وارد این مبحث بشم زیاد، ولی میخوام بگم اینا ربطی به شهبانو نداره. شهبانو رو من الان هم بهش ارادت دارم و هنوز هم بهش امیدوارم که ایشون بیاد، واقعا اگر بیاد، الان که فرزندشون دیگه گفته که نمیخواد مداخله سیاسی بکنه، و یاسمین فرانسیس یاسمین هم قاطی اینو گفت، الان که شهبانو توی سالها همیشه مبارزه کرده، کار کرده، بهتون عرض میکنم همین تمام این کارهایی که کرده و تا حدود یک سری حرفا رو زده و گفته و فرنه، خودش کاره، این خیلی کار کرده و کار دیگه کرده که لیستش نمیخوام بگم، داشتم چرا میگفتم چرا نگم. آقا ایشون
شعبانو جشنای هنر شیراز برقرار کرد، برگزار کرد. خیلی هم گفتن این سکسی بوده، اوجور بوده. خب دنیای مدرن همینه آقا. دو تا از کارمندای دفترشون هم جنس باز بوده، ایشون برای اونا عروسی گرفته. الان تو دنیای مدرن، اینجا تو همین فرانسه، اگه تو با هم جنس بازی مخالفتی بکنی جرمه. دو تا چیز توی فرانسه الان جرمه اگه بکنی. یکی که ضد یهودی باشی جرمه، پنال هم محسوب میشه، جناییه. و یکی که تو ضد همجنسگراها باش. حالا امکان داره من و شما مخالف همجنسگرایی باشیم، ولی نمیتونی بیای با اینا مبارزه بکنی. خب این زن شعبان اون موقع سادات تازی تو ذهنش نبوده که، حالا چرا میگه دو هم نوشتم، ولی خب خودش میگه بینی ولی بر بوده. وقتی مادرش بود، مادرش لیلا به من میگفت خیلی فریده خانم سعی میکنه که ما تو چارچوب مذهب و اینا بمونیم و فلان اینا. خب این یک حزب سادات تازی است که از 1400 سال اسلام اومده. 100 سال قبلش، برای من میگم 1500 سال قبل، توسط هاشم پدر بزرگ محمد پایه‌گذاری میشه. حالا این بارها گفتم، بازم بهت میگم، قص ابن کلاب پدر بزرگ محمد، حضرت محمد. این آقای قص ابن کلاب میاد به یک مشک شراب میده، کلید کعبه رو از یارو میگیره، میخره کعبه رو، و کعبه که بتخانه است، یا پاش جاروش میکنه و کعبه رو دکون میکنه. چون موقع هم ایرانی ها دیگه رفته بودن همین کعبه رو ساخته بودن، آتشگاهشون بود، ایرانی ها از اونجا خارج شده بودن، نبودن دیگه سپاه ایرانی اونجا، تطهیر میکنه. و بعد اونجا مکه جایی بوده که آب داشته و فلان داشته، دکونی وا میکنه. دکون کعبه داری و سقایی اونجا خیلی مهم بوده. این قصه ابن کلاب میمونه. قصه ابن کلاب بعدن دو تا بچه داره، یکیش عبد منافه، یکی عبد الدار. همه ببین عبده، یعنی هر دار یعنی اون بتکده کعبه که اینا بعد بتکده. مناف، عبد شمس، عبد فلان، اینا همه بچه های اینا، بچه های قصا، چون صاحب کعبه شده بوده، بچه هاش هم همه اسمایی که میگیرن یعنی بنده و برده و نوکر یک بتی هن. یکی از بچه هاش عبد الدار، یکی عبد مناف. این عبد الدار جانشین خودش میذاره، رهبرش میکنه. عبد مناف ناراحت میشه. بعدن این دوتا خانواده با هم همینجور دعوا دارن. او که دو تا هم با هم چسبیده بودن، اینا رو بهتون گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم. تا اینکه عبد دار بچه‌اش میشن امیه، از امیه بعد بنی امیه در میاد، از عبد مناف هاشم در میاد، بعد عبدالمطلب هست و عبدالله هست و محمد. این هاشم خیلی مهمه. این هاشم، اینها حالا رو زناشون اینا نمیخوام صحبت کنم، که اینا بعضیشون زناشون صیغه‌ای بوده، مثل هاجر که با سارا زن ابراهیم، چون اینا همشون هم فرزندان ابراهیم هن، ولی اینا مال هاجر هن که برده است، زن اسماعیل، اونا مال اسحاق هن، ولی همه ابراهیمی هستن. حالا هاشم وقتی با امیه رو در رو میشه، پسر عموش، این میخواد سعی کنه ریاست کعبه رو بگیره و ریاست قریش رو. اینا ورزیده تر بوده، فلان بوده، میرن پیش یک کاهنی، کاهنه رأی میده که هاشم اگر رهبری اینا رو بگیره، شما رو بگیره ازتون بهتر میشه. بعد اونجاست که امیه شکست میخوره، هاشم دوباره یعنی جای پدر بزرگش هاشم میشینه. و هاشم، شما فکر نکنید که عرب همینجور عرب بوده، پابرهنه بوده فلان. هاشم که موفق میشه رهبری قریش رو به دست بگیره، یک کسی که همون موقع با غرب در تماسه، با روم در تماسه، چون ایران اونجا بوده. ایران که میره، بعد روم آدم داره، نفوذ داره، اینا جایگاه های امنیتی پلیسیشون بوده، مثل الان حساس بوده، اوکراین بوده، گرجستان بوده، سایروس بوده، یعنی قبرس بوده فلان، مکه هم جای مهمی بوده. هاشم کسی است که با روم در تماس، چون همون موقع اطلاعاتی که داره، فلانی داره، با روم در تماسه، به ویژه با کلیسا و فلان اینا، که اونها که ایره تقویه. وقتی کاهن میاد رأی میده، اون که رأی میده رومه اونا. ما این
ادامه داره دعوای امیه و بنی هاشم. بعد از اونجاست که هاشم رو با یکی سید، یعنی آقا به زبان عرب، هر کی میخوام بگن آقای اوستا میگن سید اوستا، ولی هاشم اصلا لقب سیادت میگیره، چون نه که رئیس شده، رئیس شده دیگه، اون واژه رو خلق میکنه که سیادت فقط مالی، سیادت رو میشه مال اون، میشه سید قریش، سید عرب، و اصلا واژه سیادت برای به کار برده میشه برای هاشم. وقتی میگم اینا رابطه داشتن با غرب و روم به ویژه، حالا سوره روم هم که گفتم اینا بدونین، اصلا امیه بعدن که درگیر میشه با پسرموش قدرت میگه از اینجا فرار میکنه میره شام، شام که زیر سلطه رسمی روم هست، یعنی روم بی پناهندگی میده، پا میشه میره اونجا. برای همینه که ابو سفیان و معاویه و یزید اینا بعدن پایگاهش میشه شام، دمشق، اون موقع دست روم بود. خب اینا از اون موقع تشکیلاتن، یه حزبن، یه حزب سیاسی سادات، سادات یه حزب سیاسی مخفی هم هست، مخفی کار میکنه. هدف اصلیشون هم اصلا که تو سوره روم میگه ایرانیا پیروز شدن بر روم، به سودی شکست میخورن، تازه شکست که میخوان نابودم میشن. این یه برنامه است که فکر نکن غیب گویی میکنه، یه برنامه است که مثلا گفتن آقا به سید اولاد پیغمبر شما توهین نکن، اگه توهین کنی فرج میشی، تصادف بکنی اینا. یارو میومد مطلبی مقاله چیزی مینوشت، بعد یهو فردا بچه‌ش میزدن میکشتن، گفتن خب نگفتیم نکن. یا مثلا یه کسی اومده حتی توی پاکستان پیش اومده بارا، یارو میاد نقد میکنه اسلام رو فلان، نه یهو از قبل رادیو اکتیویتی که به رفسنجان دادن بیمیدن این داره پشت تریبون میفته میبرم گنا او چون به اسلام توهین کرد. اینا میاد تو نره، اینا همه ساختگیه، کشتن افراد اینا. برای همینی که تام یکی میاد انتقاد بکنه میکشنش، کوروش آریامنش میکشنش، فرود فولادوان میکشنش، کسروی خودش سیده میاد از باند مافیا اومده بیرون داره مافیا رو میکشنش. این هم همشون دکونه، نه که حزب سیاسی هن و نه اینکه هم بنی صدر عضو حزب، هم دکتر یزدی، ابراهیم یزدی که مرد، هم خامنه‌ای، هم عبدالرضا رئیس رادیو تلویزیون، هم فریده خانم. این فریده خانم رئیسه، بچه یک رئیسه، حالا شوهرش مرده، آقای سهراب در جوانی ایشون یه برید ببینید، آقای اعلم نوشته چند تا سناتور و تیم سار دیگه به من گفتم اصلا موجود، این کسی کتمان نمی کنه.